همام کردن نوزاد همام کردن نوزاد برای اولین بار در خانه میتونه یه تجربه دلهره آور باشه امیدوارم من بتونم مهارت و اطلاعاتی رو به شما بدم که بتونه این تجربه رو برای شما و نوزادتون لذت بخش کنه وقتی برای اولین بار نوزادتون رو حمام میکنید پیشنهاد اینه که یه ای نفر کمکتون کنه چون ممکنه بعضی چیزها رو فراموش کنید و نبودنشون دردسر ساز بشه وسایل ضروری وجود داره که به طور مشخص باید داشته باشید یه حمام پلاستیکی نوزاد ایداله چیزی که ارتفاعش حد اکثر تا کمرتون باشه چون اگه بلندتر باشه نمیتونید روش خم نشید و نوزاد بلند کنید شما همچنین یه تنظیم کننده پهاش په نیاز دارید ما پیشنهاد میکنیم از صابون بچه استفاده کنید چون پوست نوزادان پر از منفذه و هر چیز مرتوبی که روش کشیده بشه جذب میکنه پس بهتر سعی کنید از هر شوینده معطر برای حموم کردن نوزاد پرهیز کنید مورد دیگه که شما نیاز دارید تعدادی پوشکه من همیشه تعدادی از اونها را نزدیک دستم دارم چون هرگز نمیدونیم که چه وقت ممکنه قافل گیر بشیم شما یه مقدار همبه هم نیاز دارید که پوست نوزاد باش بشورید و بالاخره دو حوله همون میخواید که در ادامه توضیح میدم چرا وقتی که هموم شما جای خوب و مناسبی باشه میتونید روی رادیاتور ها و لباس های نوزاد گرم کنید خیلی خوبه چون باعث میشه که وقتی نوزاد رو از هموم خارج میکنید لباسهاش گرم و راحت باشه مراقب باشید که دکمه های فلزی بیش از اندازه داغ نباشن و به پوست نوزاد آسیب نزنن میتونید مستقیم لباسها رو, رو روی رادیاتور پهن نکنید و روی اون پارچه تمیزی پهن کنید هیچ وقت دمای آب رو با دست چک نکنید چون پوست نوزاد شما تر از دست شماست بهتر آستینتون رو بالا بزنید و با آرنج دمای آب چک کنید آب فقط باید گرم باشه دمایی مناسب بین 36 تا 37 درجه است شما میتونید برای دقت بیشتر از دماسنج استفاده کنید اگه دمای آب خیلی داغه کمی آب سرد اضافه کنید تا به دمای مورد نظر برسه همام کردن نوزاد در دو مرحله انجام میشه تا کمترین گرما رو از دست بده اولین مرحله شستن سره یه گوشه از حوله رو جدا کنید و نوزاد رو داخل اون مثل حالت قنداق بپیچید اینطوری بازوها هم سفت بسته میشن چون تمایل نوزاد اینه که وقتی آب به سرش میخوره ادرار کنه و شما نمیخواید که حوله های رنگیتون تصادفا خیس بشه پس پوشکش رو باز نکنیم برای نگه داشتن نوزاد دستتون رو به حالت سی در بیارید پاهای زیر بغلتون باشه بعد با دستتون گردن و سر نوزادو حمایت کنید این وضعیت و وضعیت توپ فوتبال آمریکایی میگن که برای شستن سر نوزاد خوبه چون سر با لیوان قرار میگیره و با دستتون میتونید کاملا روی سرش آب بریزید به کمک پنبه های آغشته به آب ابتدا چشمایی نوزاد رو بشورین. شستن چشم همیشه باید از سمت داخل به سمت بیرون باشه. بعد دور گوشو تمیز کنید. سپس تکه پنبه رو عوض کنید. مهمه که هرگز از یه پنبه برای تمیز کردن هر دو چشم استفاده نکنین. چون اگه عفونتی در هر چشم وجود داشته باشه به دیگری منتقل میشه به خلاص شدن از شرش سخته. تکایی از پنبه رو جدا و گلوله کنید و یه تکه دیگر رو برای چشم مقابل استفاده کنید. دوباره از داخل به سمت بیرون چشم رو بشورید و دور گوش هم تمیز کنید. یه تکه پنبه دیگه برداریم و برای شستن صورت، پیشونی، اطراف بینی و اطراف دهان استفاده کنید. خیلی مهمه که زیر چونه رو تمیز کنید چون ممکنه موقع خوردن شیر مقداری از اون زیر چینهای گردن و چونه باقی مونده باشه. ش دیگه اطراف و پشت گردنه به این ترتیب مرحله اول همون کردن انجام شد نوزاد رو به میز تغییر لباس منتقل کنید شما میتونید هوله رو از روش برداریم و با تکه از اون سر، صورت و موها رو خوش کنید حالا شما میتونید پوشکش را عوض کنید چون اگه ادرار کرده باشه برای مرحله بعد که قرار داخل وان قرار بگیره تمیز